منی برو عذر میخوام گم شو، اینجا یه منم که منم. عاشق کامل میشه. عرضم بود شما یکم اصول عاشقی رو یاد میگیره، سال بعد میاد در خونه معشوقه رو میزنه با آرامش. معشوق گفت کی هستی؟ گفت تویی. گفت چون منی داخل شو. پس غرور بذار کنار اگه قوی هستی. ضعیف هستی، اون عرضم بود شما ضعیف بودن رو تو این مطرح نکن. من صفرم، تو نگو صفرم. بگو استاد قرار عالی بشم که من به تو بگم چطور عالی بشی. نه احساس غرور بکنید، نه احساس ضعف بکنید. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، من در طلب رشته دلخواه مخ اندیشه خود را بیاراست. بر راستی مخ خود نظر کرد و چنین گفت، امروز همه دانش آموزای پشت کنکور پایین تر از ماست. گر بر سر کنکور یکی نکته به جان بد، جمیدن آن نکته عیان در نظر ماست. بسیار منی کرد و از سوالات سخت کنکور نترسید، بنگر که از این طراح جفاپیشه چه سوالاتی برخاست. ناگه سکمینگاه طراح چند نکته رها میکنه، میزنه بر مخ نفر برتر کنکور و اونو از زیر رتبه زیر 1000 به سوی رتبه بالای 5000 فروکاست. بر خاک بی افتاد و بغلطید چو ماهی، آنگاه رتبه خود را بگشاد از چپ و از راست. گفت تا عجب است که از چنین کتابی چنین سوالات تند و تیز از کجای کتاب برخاست. زی رتبه خود نگه کرد و عدم دقت خود را در آن دید. گفت تا زکه نالیم که از ماست که بر ماست. هر بلایی که سر ما میاد ناشی از کردار خودمونه. عزیز من میخوایم درس رو شروع کنیم، آماده باشید. میخوایم با مبحث آرایه شروع کنیم. با مبحث آرایه تا الان هر چه حرف زدم تیر هوایی خالی کردم، از الان میخوام تدریس شروع کنم. میتونید؟ خب تو آرایه ها ما قراره با این آرایه ها شروع کنیم. تناقض یا پارادوکس، اسم دیگهش متناقض نما. دو، اسلوب معادله. سه، حسامیزی. چهار، تشخیص. پنج، تلمیم. پنج، تلمیم. اینو من اسمشو گذاشتم آرایه های گروه الف. گروه ب تقسیم بندی کردیم تحت عنوان تشبیه، دو، استعاره، سه، حسن تعلیل، چهار، مجاز، پنج، کنایه. و آرایه هایی که جزء الف و ب نیستن اما بسیار مهم، ایهام، ایهام تناسب، جناس. گرچه آرایه های تضاد، تناسب، واجارایی، تکرار و آرایه های دیگه ای مثل عرضم بزرگ شما سج، تضمین، اغراق، اونا رو هم بیان میکنیم، ولی هنگامی که داریم با تست برخورد میکنیم اول با این پنج آرایه شروع میکنیم. گرچه به شما یاد میدم توی مرحله‌ای که با هر آرایه خاصی شروع کن. خب پس طبق این الگو یاد بگی که تدریس ما از کجا شروع میشه. استاد میخواد با تناقض یا پارادوکس شروع کنه. من اول بنا روی میذارم که هیچ کس با من این آرایه را نخونده، با آرامش درس میدم، با آرامش نکات رو میگم، بعد وارد چالش تناقض میشم. عالی گوش کن، عالی گوش کن و ببین. بازم تاکید میکنم شاگردی از ما که با ما طول سال درس خونده الان توی این برنامه است، نکاتی که ما میگیم و بلده، فقط باید مرور کنه. اما عالی گوش کن، با تناقض میخوام شروع کنم. یک، تناقض، نام دیگهش پارادوکس، نام دیگهش متناقض نما که تناقض و متناقض نما عربی، پارادوکس به زبان انگلیسی. اینقدر در فارسی مونده آدم فهم میکنه فارسی. از اینجا آروم حرف میزنم، خیلی آروم، و ازت خواهشمندم کاملا اینجوری بشین، پدر مادرهایی که کنار شما نشستن با فاصله بشینن و شما آخرین بار داری از نکات یاد میگیری و میخوام به تو تثبیت کنم که تو بهترینی اگر بخوای. اگر بخوای عزیزان من نگاه کنید، ما در تناقض یا پارادوکس سه الگو گذاشتیم. یک، گفتیم اگر دو کلمه متضاد، اگر دو کلمه متضاد به وسیله کسره به هم اضافه بشه، اگر دو کلمه متضاد به وسیله کسره به هم اضافه بشه، تناقض یا پارادوکس. قبل از ادامه دادن
استاد تمام چیزایی که گفتید بعد به ما جزوه نقطه تست میدید بعد از هفته بعد. همه جزوه ها رو با هم میدید، سعی میکنیم تجمع جزوه رو بیشتر کنیم. پس خواهشمندم ذهنتو از جزوه پاک کن، از هفته بعد دو روز قبل از کلاس من، یه روز قبل از کلاس من، جزوه چند هفته زودتر بهت داده میشه. نگران نباش. الان